مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبر خان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. با سلام، با 30 دقیقه خبر خوش آمدید. سرخط خبرها: رهایی لطیف الله محسود یک خطر جدی برای افغانستان. مشاور پیشین امنیت ملی میگوید این عملکرد آمریکا اشتباه راهبرد این کشور در مبارزه با هراس افغانی است. ما برای کسب اطلاعات و تحقیقات بیشتر رو کابل می آوردیم که در وسط راه توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا متوقف کردیم. برای ریشه‌کن کردن فساد اداری، اداره های دولتی شامل اصلاحات شوند. احمد ضیا مسعود میگوید اگر پارلمان قوانین لازم را برای از میان برداشتن فساد اداری تصویب نکند، این پدیده کاهش نخواهد یافت. پناهجویان پاکستانی عامل ناامنی در خوست. مردم خوست ادعا دارند که این پناهجویان در ناامنسازی این ولایت دست دارند، اما حکومت این ادعا را رد میکند. دوی ته ځای ورکړی دی، د خوست خلکو ځای ورکړی دی، بیا هم دوی په یو شمېر امنیتي پېښو کې مثلا ښکېل شوي دي. مخکې سردي روانه دو، ژمه روان دی، بودینه روان دی، اوورې روانه دي، ورینه روان دي. ادای د پوره میشته د تبدیل کټې ضرورت شته. و سازمان استخباراتی امریکا شبه های خشن بازجویی از زندانیان را قرار است به نشر بسپارد. تدابیر شدید امنیتی در مکان های دیپلماتیک امریکایی برای جلوگیری از وقوع حملات. شب شما بخیر. در این بلوتون خبری من جمال ناصر فرحمند میزبان شما هستم با رویدادهای تازه از افغانستان و جهان. تسلیم دهی لطیف الله محسود به پاکستان امنیت ملی کشور را با خطرهای جدی روبرو می‌سازد. رنگین دادفرس پنتا مشاور پیشین امنیت ملی کشور با بیان این مطلب می‌گوید که این کار آمریکا ادامه اشتباه راهبردی این کشور در کار مبارزه با هراس افغانی است. او همچنان می‌گوید لطیف الله محسود از سوی امنیت ملی بازداشت شده بود، اما آمریکایی‌ها آن را از نزد امنیت ملی در لوگر گرفته و با خودشان بردند. قیام نوری گزارش می‌دهد. لطیف الله محسود از فرماندهان درجه یک طالبان پاکستانی به گفته دکتر اسپنتا در افغانستان از سوی امنیت ملی بازداشت شده بود. امنیت ملی کشور این فرمانده را می‌خواستند به کابل بیارد و ازش معلومات بگیرد، اما سربازان ویژه آمریکایی لطیف الله محسود را در جایی در لوگر به زور از نزد سربازان امنیت ملی کشور می‌گیرند. لطیف الله محسود با نیروهای امنیت ملی افغانستان بود و ما برای کسب اطلاعات و تحقیقات بیشتر را به کابل می‌آوردیم که در وسط راه توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا متوقف کردید و توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا دستگیر شد. چند روز پیش آمریکایی ها وی را به پاکستان تسلیم دادند. اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی این کار آمریکایی ها را جایزه دادن به متجاوز میداند. یک پیام بد است، یک پیام بد است که به متجاوزین فرستاده می شود که شما اگر تجاوز بیشتر بکنین پاداش میبینین، در حالی که ما معتقد است متجاوز نباید پاداش ببیند، متجاوز باید کیفر ببیند، مجازات ببیند. و اقامت طولانی لودرسیز پاکستان در امریکا به احتمال زیاد مباحثی و گفتگوهایی در اینجا مطرح شده که میتواند این اقدام یکی هم از پیامدهای آن باشد، اما این اقدام و این پیامد به زیان افغانستان و صلح و امنیت در افغانستان. به باور آقای اسپنتا این کار نظامیان آمریکایی ادامه همان اشتباه راهبردی آمریکا در قبال هراس افغانی است. افزون بر آن این کار روابط کابل واشنگتن را نیز میتواند سخت خدشه‌دار سازد. اول خب من میخوام بگم بسیار خوشحال هستم که رابطه ما با آمریکا کم کم به حالت نرمال برمیگردد، با اینکه موضوع اخیر یک موضوع بسیار جدی است که میتواند به روابط دو کشور جدی آسیب برساند. آقای اسپنتا می افزاید پاکستان هنوز هم از هراس افغانی برای زیر تاثیر درآوردن سیاست خارجی کشور کار می گیرد و هیچ تغییری در این موقف نیامده است.
بیشتر حکومت افغانستان گفته است که در بازداشت و تسلیم دهی لطیف‌الله محسود به پاکستان هیچ دخیل نبوده و این کار از سوی آمریکایی‌ها به گونه مستقلانه انجام شده است. تا زمانی که در اداره های دولتی اصلاحات وارد نشود و قوانین لازم از پارلمان کشور تصویب نشود، فساد در کشور کاهش نخواهد یافت. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور تاکید میکند که پارلمان وظیفه اصلیش را که قانونگذاری و نظارت از آن است فراموش کرده است. در همین حال رئیس دیدبان شفافیت میگوید حکومت وحدت ملی برای از بین بردن فساد باید توجه جدی نماید. زمانگیر بودن تصویب قوانین در افغانستان سبب فساد شده است. احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور برای اصلاحات با انتقاد از کارکرد وزارت عدلیه در طرح قوانین میگوید طرح یک قانون در این وزارت 8 تا 9 ماه وقت را میگیرد و پارلمان کشور نیز در وظیفه اصلی اش که تصویب قوانین است کوتاهی میکند که این کار خود زمینه فساد را فراهم کرده است. این گفته ها در روز جهانی مبارزه با فساد مطرح می شوند. قانون گذاری یکی از مسائل بسیار مهم وظایف وکیل صاحبا در خود پارلمان است و همچنان نظارت از وظایف خود قوه اجراییه و خود وزارت عدلیه ما باید به اندازه تخصصی باشه که هر وقتی که یک وزارتخانه برای قانون ضرورت نداشته باشن اینا به سرعت باید بتانن قانون اجرا بکنن و روان بکنن در پارلمان که از پارلمانی پاس شن. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که باشندگان کشور سالانه 1.2 میلیون دلار رشوت میدهند که این پول شامل فساد در پروژه های بزرگ نیست. با باور این نهاد بیشترین فساد در داستانی، دادگاه ها، پلیس و معارف است که خود اداره های مبارزه با فسادند. وضعیت فساد داد میزنند که حکومت جدید به یک چالش بسیار بزرگ روبرو است که باید با فساد مبارزه بکنه. در غیر آن با مشکلات مردم افغانستان بیشتر خواهد شد و حکومتداری در افغانستان وضعیتش بهتر نخواهد شد. این همه در حال است که رهبران حکومت وحدت ملی برای از بین بردن فساد وعده های زیاد را در جریان کارزارهای انتخاباتی شان کرده بودند که با دوباره باز کردن قضیه کابل بانک از سوی حکومت وحدت ملی مردم به اراده سیاسی دولت برای مبارزه با فساد اداری امیدوارتر شده اند. ناتو میگوید برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان کمیسیون مشترکی ایجاد شده است. سخنگوی ملکی ناتو میگوید این کمیسیون نیازمندی های نیروهای افغانستان را میسنجد و سپس مطابق به همین سنجش آنان را تجهیز و کمک میکند. در همین حال سخنگوی وزارت امور داخله نیز میگوید نیروهای امنیتی کشور میتوانند امنیت را به خوبی تامین کنند. 13 سال است که جنگ در افغانستان قربانی میگیرد. جنگی که در این مدت در یک سویش مخالفان نظام بودند و در سوی دیگرش نیروهای بومی کشور و نیروهای بین المللی. اکنون قرار است از آغاز سال 2015 میلادی نیروهای امنیتی کشور به تنهایی در برابر مخالفان نظام بایستند و تامین امنیت کنند. آنچه که به نظر دشوار می رسد. اما وزارت داخله می گوید اکنون نیروهای بومی به این توانایی رسیدند. امروز وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه مسئله‌ها به دوش نیروهای افغانستان و حکومت افغانستان است. لحاظا هیچ توجیه در عقب این پروپاگاند و تبلیغ از اینا وجود نداره. مردم افغانستان مردم مسلمان و از وطن خود دفاع خواهد کرد و مستقلانه دفاع خواهد کرد و این پیامای قوی را این مخالفین و این دشمنان داشته باشند و پیام مهم دیگه ای است که افغانستان هیچ وقت به انزوا نخواهد رفت. قرار است از آغاز سال 2015 میلادی پشتیبانی نیروهای بین المللی از جنگ رو در رو به آموزش و مشوره دهی نیروهای امنیتی کشور تغییر یابد. سخنگوی ملکی ناتو هم میگوید برای چگونگی تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان کمیسیون ایجاد شده است. بعد از آغاز سال جدید میلادی ما دو هدف مهم داریم: حمایت قاطع و همکاری در قسمت تامین امنیت افغانستان. روی همین دو هدف در نشست بروکسل درباره ایجاد یک کمیسیون مشترک کاری توافق شده است تا چگونگی همکاری ما برای تامین امنیت افغانستان و نیازهای اساسی نظامیان افغان را بررسی کنند و بر بنیاد آن افغانستان را در قسمت تامین امنیت همکاری خواهیم کرد. 13 سال نیروهای بین المللی تلاش کردند تا شعله جنگ در افغانستان را خاموش سازند، آنچه که ظاهرا موفق به آن نشدند. حال از این پس نیروهای امنیتی کشور این مسئولیت را تنهایی به دوش خواهند گرفت.
این که پناهجویان پاکستانی در خوست این ولایت را ناامن می‌سازند، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. مثلا مردم و فعالان جامعه مدنی می‌گویند که نمونه های از دخیل بودن این پناهجویان در ناامنی ها در دست است، هرچند دولت این ادعاها را نمی‌پذیرد. همکارم حسیب مودودی که به خوست رفته بود می‌گوید که باشندگان این ولایت از یک سو می‌خواهند میزبان پناهجویان باشند و از سوی هم نگران هستند که مبادا این پناهجویان نمک نشناسند و نمکدان بشکنند. چند پیش اینجاده به میرامشاه پاکستان می انجامد، شاید امترین پناهگاهی که حراس افغانان دارند در مرز با ولایت خوست افغانستان. یک منطقه بسیار خطرناک. ساعت یک پس از شاشت است. این اردوگاه گلان در ولسوالی گربز خوست، 25 کیلومتری میرامشاه. تیر روزهای این پناهجویان وزیرستان شمالی و زمستان هم در پیش است. این مرد که طعم تلخ خشونت ها را چشیده است، همانند دیگران نگران سردی های پیش رو. مخ که سردی روندو، زما روندای، بودی نه روندی، اور روندی واری نه روندی. ادای د پورا میشت د تبدی کی 8000 رات شتا، زګه چې بدات مینه که خو سړو نه تیری شي، دوا ور نه تیری شي. 20000 خانواده از وزیرستان شمالی به افغانستان پناه آوردند. در حدود 80000 نفری که بیشتر در پکتیا، پکتیکا و خوست ساکن شدند. میگویند از ظلم ارتش پاکستان فرار کردند، پای پیاده و همه دار و ندار خود را رها کردند. هنگامی که یک عملیات گسترده نظامی زیر نام نابودسازی حراس افغانان راه اندازی شد، پنجابی های پاکستان را عامل همه بدبختی هایشان می دانند. فوج ظالم دی خپل فوج میش نه پریږدي لکه یوه رامه باندې چې وېړه بادله کې خو بیا ورسه ورته ووایه خپله وېړه پسې لنډاوې لنډاوې چې هغه سمجېږي او زه یې بالوم. ظاهرا زیر پرچم افغانستان احساس امنیت و آرامش میکنند. این کمک هایی که بیوقفه ادامه دارند، آب، نان و نیازهای دیگر و کودکانی که گذشت روزگار به کجاها کشونیدشان. لبخند های کودکانه در چهره دارند. نو دکی وریجش دا نو پتا که غاش دا چینا آجا چینا وریجش دا میشتا در ضرورت های ویلی چه وڑا خو خاما خواه وڑا خو دا سبی چه وڑا خو وچ نشی خوار لکنه چه سبی نوی سرا. این پناهجویان در 11 منطقه خوست زندگی میکنند. اگرچه با امکانات محدود بیشتر در این اردوگاه جا داده شدند. اردوگاه گلان، سهم هر خانواده یک خیمه است. شاید این سبب شده است که تا 10 نفر هم در یک خیمه زندگی میکنند. مردان، زنان و کودکان. همی سر چلش که دمرست دست باشی چکن از یوتای باشی ویلی چه غوطه غوطه کبیلی دل تمیشتا پیوه شنختی وی ولتا وو تا زمان پاپ سا کبیلا را هونوی اگل مسیوی شنختی نوی جور کری دا غاز تکلیپی ویتا. اینان به من گفتند چهار روستا در وزیرستان شمالی از وجود باشندگانش خالی شده است. ارتش پاکستان به علتهای نامعلوم مردم را در روستاهایشان نمیگذارند. وزیرستانی ها بیشتر موهای بلند میگذارند. اگرچه دولت افغانستان نمیگذارد با چنین موهای در اردوگاه ها و یا هم در بخش دیگری از خاک کشور زندگی کنند. اینها تنها یک بخش این داستان پناهجوی پاکستانیان به افغانستان است. مهاجرت شهروندان پاکستان به افغانستان ظاهرا بدون دردسر هم نبودند. یکی از این دردسرها و یا نگرانی ها احتمال داخل بودن این پناهجویان در نامنی های ولایت خوست هستند. آغاز نگرانی ها با 5 ماه پیش برمیگردیم. چهار بامداد 24 سرطان صدها طالب بر پاسگاه های پلیس مرزی در ولسوالی زازی میدان حمله کردند. درگیری در حدود 5 ساعت ادامه یافت. 6 پلیس مرزی و یک فرمانده پلیس محلی کشته شدند. جسد های 45 طالب نیز در میدان نبرد باقی ماندند. بررسی ها نشان دادند که در میان کشته شدگان برخیشان شهروندان پاکستان هستند. حتی آوازه شد که این جنگجویان کشته شده کسانی از میان همان پناهجویان وزیرستان شمالی بودند. اگرچه این موضوع را هیچ مقامی در خوست تایید نکرد. آقای بخیر منزتلی و خرابشی و نو ده تشخیص نو فقط سو نفر تشخیص چه کارتون واسه پجیب که پاکستانی ادبا و. خوست نزدیک به 100 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد، چنان که 6 ولسوالی آن در امتداد خط دیورن موقعیت دارند. شاید این علت است که نظامیان افغان در خوست بیشتر در حالت آماده باش هستند. داد بی‌نظیر زمان
پریده چی پو شمالی وزیرستان و جنوبی وزیرستان که و این تصویرهایی که در خوست میان مردم رد و بدل می شود. دی افغانستان غیور و خلق کنه او دی سرحدی پولیس و غیور و سربازانونه. چند جنگجوی پاکستانی که پس از یک درگیری به دست پلیس مرزی افغانستان اسیر شدند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصویرها روشن نیست. اگرچه این حکایت همیشگی در خوست است، ولایت در جنوب شرق کشور نزدیک میرامشاه. در خوست نگرانی های زیاده از احتمال دخیل بودن پناهجویان در ناامنی ها وجود دارند. در یه لوی ننگوانه ده چه حقا شمیر کسان چه افغان امنیتی ځواکونه په مجموع که افغان دولت ورسره مرسته کوي دوی ته ځای ورکړی دی، د خوست خلکو ځای ورکړی دی، بیا هم دوی په یو شمیر امنیتي پیښو کې مثلا ښکیل شوي دي چې موږ وروستۍ بېلګې هم لرو. دا نه یوازې دا چې د افغان دولت لپاره بلکې د خوست ولایت د اوسیدونکو دپاره د مدني ټولنې د فعالینو دپاره یو ننګوونکی فرصت دی او همدارنګه دا یو چالش دی. و این پاسخ سرپرست ولایت خوست به این نگرانی ها په دغه ورځ باندې چې کوم عملیات سوي دي په دې ورځ باندې غیر له دغه چې نه ماسې او بل څه نشته دي. احیانا که څه هم داسې څه اوازې چا خبرې کړي وي هغه به په دې وي چې صرف دا د کډوالو او د ځایي خلکو منځ کې به اعتمادي راولي. پناهجویان ماهاز دیگر از هوای افغانستان تنفس میکنند و نان شریک شده شهروندان افغانستان را میخورند. در فاصله نزدیک به زادگاهشان پیشتر نگرانی های از مصالح بودن این پناهجویان نیز وجود داشتند. اگر تلاش به ناامن ساختن خانه میزبان داشته باشند، آیا میشود انتظار داشت که شهروندان کشور آب و نانشان را با پناهجویان قسمت کنند، حتی اگر واقعا پناهجویی هم در کار باشد؟ آثار باستانی یگانه مانی استخراج مس عینک لوگر شده است. وزیر پیشین معادن و پترولیم میگوید که در تپه مس عینک مجسمه های بزرگی کشف شدند که برای بیرون شدن آن وسایل پیشرفته نیاز است و بانک جهانی تعهد کرده است که این وسایل را در اختیار دولت افغانستان قرار خواهد داد. پیش از این سرپرست ولایت لوگر آثار باستانی را یک بهانه برای استخراج نشدن مس عینک لوگر گفته است. تمیم شهیر گزارش میدهد. وزیر پیشین معادن و پترولیم میگوید که 6 تا 1 سال دیگر کار آثار باستانی تمام خواهد شد و در هفته پیش رو انتظار می رود گروه های فنی وزارت معادن، شرکت ایمسیسی چین و یک شرکت خصوصی که کار بررسی های مقدماتی مس عینک را بر عهده دارد در دبی نشست داشته باشند. در امی هفته یا هفته آینده یک نشست و تیم تکنیکی وزارت مادن پترولیم که با شمول کمپانی SRK و کمپانی MCC در شهر دبی در روز قرار گذاشتن که در روز اینا بشینن مسائل تکنیکی خود تمام بکنن و بعد از او یکی تمام شد انشالله مسائل ختم هستن و میاین روی کار اصلی پروژه که عبارت از استخراج است و پروسس است سر از این کار خود آغاز میکنن. بیرون کردن آثار باستانی مس عینک لوگر را که بانک جهانی به دوش دارد وعده داده است که ابزارهای پیشرفته کمک خواهد کرد تا این آثار به سرعت بیرون کشیده شوند. حالا برخلاف سرپرست ولایت لوگر وزیر پیشین معادن و پترولیم میگوید که آثار باستانی از سالها به این سو کار استخراج را به تعویق انداخته است و انشالله همون کارشناس ها برای ما اطمینان دادن که تا یک سال دیگر یا تا 6 ماه آینده اگر کار به شدت صورت بگیره ما میتونیم که تمام یا آثار قدیمی را انتقال بدیم به جای به موزیم ملی. دیدبان شفافیت برخلاف همه اینها مشکل بنیادی را در قرارداد می داند و می گوید که شفافیت در قرارداد مس عینک وجود ندارد و نیز حکومت زمینه را برای استخراج آن فراهم نکرده است. قرارداد مس عینک یگانه قراردادی است که به نشر نرسیده و بنان از شفافیت لازم برخوردار نبوده. پروسه بستن قرارداد هم شفاف نبوده. دیدگاه ها درباره استخراج نشدن مس عینک لوگر متفاوت است، اما دیدگاه ها هرچی باشد کار استخراج مس عینک که در سال 2013 میلادی آغاز می شد تا حال نشده است.
دست کم 60% جوانان در کشور بیکار هستند. معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید نبود امنیت، فقر، بیکاری و مساعد نشدن زمینه کار از جمله چالش هایی است که جوانان نتوانستند در سالهای اخیر پیشرفت های مؤثر داشته باشند. از سوی هم یک گزارش مؤسسه بین المللی گلاب نشان می دهد که وضعیت زندگی مردم در سال 2014 نسبت به سالهای گذشته با دشواری های روبرو بوده است. عماد روستایی گزارش می دهد. افغانستان با جمعیت دست کم 30 میلیون، جمعیتی که گفته می شود 60% آن را جوانان تشکیل می دهند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه ترین بررسیش زمینه رشد جوانان در کشور را یک نیاز دانسته که می تواند در انکشاف و رشد کشور مؤثر باشند. برای زمینه اشتغال جوانان زمینه پیشرفت های بیشتر نیاز است تا یک مملکت پیشرفته اقتصادی و اجتماعی به میان آید و به نظر من این گزارش در فرصت و زمان خوب به نشر رسیده است، زمانی که حکومت در حال اولویت بندی نیاز های کشور است. به نظر من ما با این گزارش تلاش می کنیم تا کمک کنیم که چگونه می شود با استفاده درست از نیروی جوان برای توسعه اقتصاد افغانستان استفاده شود. در حال حاضر 60% جوانان در کشور از مشکلات چون فقر، فراهم نبودن زمینه تحصیل و بیکاری رنج میبرند که بسیاری ها دلیل این چالش ها را به نبود امنیت در 13 سال گذشته پیوند میدهند. 55% از جوان ها امیکنم که ما شما صحبت نکنیم مشکلات دارند. اون جوان هستند که در سطح خورا زندگی میکنند، در قربات افغانستان زندگی میکنند و اینا امو بیکاری و مشکلات اقتصادی و جهل و بیسوادیشان باعث شده که مثلا برند با مخالفین بپیوندند. جوانان بیکار هم دیدگاه های متفاوت در این باره دارند. به اندازه که باید با جوانان توجه میشد توجه صورت نگرفته. با خود از امرای دادان ما پیش ما شدیم. اثرت جوانان را تو بیا ببین که 8000 ماش پاسپاس و نپاس مرو بچه یک مشکلات هست. اما این تنها جوانان نیستند که در کشور مانند افغانستان با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. یک بررسی دیگر پرده از وضعیت عمومی مردم به ویژه روستانشینان برمی‌دارد. بر اساس این نظرپرسی، وضعیت زندگی افغانها در سال 2014 دشوارتر نسبت به سال گذشته دانستند. این همه پرسی از سوی مؤسسه جهانی گالاپ انجام شده است. تا زمانی که اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی به وجود نیاید، جامعه جهانی هزینه انتخابات پارلمانی را پرداخت نمی کند. مقام های کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می دهند اگر انتخابات پارلمانی با اعضای کنونی برگزار شود، این روند نیز جنجال برانگیز خواهد شد. بشیر احمد قاسانی گزارش می دهد. تا 6 ماه دیگر زمان کار مجلس نمایندگان پایان می‌یابد و باید انتخابات دیگری برگزار شود، اما هنوز زمان دقیق برگزاری این انتخابات معلوم نیست. مسئولان کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در آخرین روز کاریشان از راز درونی کمیسیون مستقل انتخابات پرده برداشتند. تا زمانی که اصلاحات در این کمیسیون و قانون انتخابات به وجود نیاید، جامعه جهانی از این انتخابات را پرداخت نمی‌کند. جامعه بین المللی هم متحد است تا زمانی که تغییرات در قانون انتخابات و در نظام انتخابات افغانستان نبیاید، انتخاباتی که دولت افغانستان پلان کنه برای برگزاریش او را تمویل نمیکنه و حمایت نخواهد کرد. اعضای کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارند تا زمانی که اصلاحات در کمیسیون انتخابات به وجود نیاید، جنجال های انتخابات ریاست جمهوری دوباره تکرار خواهد شد. مردم ها یا از اینا چی باشه لایق باشن یا با کار چی باشه می فهمن زیاد، اگر بیان یا گفت واضح است که باید چی شون اینا اونم بیواز شون و جایشان اونم مردم نو یا که با کار زیاد می فهمن اونا بیان که با این امی وضعیت برویت امی تجربه یک ساله ما باور میست که نه تنها انتخابات برگزار کرده نمیتونیم، اگر هم شود ما شاهد حضور بسیار کم رنگ مردم افغانستان در پای صندوق های رای خواهیم بود. رئیس جمهور و رئیس جمهوری در توافقنامه سیاسیشان تاکید کرده اند که اصلاحات جدی را در کمیسیون های انتخاباتی و نظام انتخاباتی کشور به وجود می آورند. دیده شود که این اصلاحات چه زمانی به وجود خواهد آمد و زمان دقیق انتخابات پارلمانی کدام روز خواهد بود.
بودجه مالی سال 1394 در مجلس سنا نه رد و نه هم تایید شد، بل این بودجه با بسته مشوره‌دهی برای تصویب با یا رد به مجلس نمایندگان فرستاده می شود. اما شماری از اعضای مجلس طرح پیشنهادی بودجه سال 1394 را غیر متوازن و ناعادلانه می دانند. نظرالدین مصلح با جزئیات بیشتر. بحث چندین ساعته برای تایید بودجه. شماری از اعضای مجلس سنا هم بر رسم اعتراض نشست عمومی را ترک کردند. معمولا غیر متوازن و ناعادلانه بودن بودجه هم از سال یکی از بحث های جنجالی در شورای ملی بوده است. امید درجه بندی که شده مخصوصا در ولایت مسرر پروژه بس نمی کنم. ولایت درجه یک، درجه دو، درجه سی در 13 سال که این شورا ده سال که کار کرده چی تغییر آمده در ولایت درجه سی که دقل درجه دو شوه؟ مشاورین وزارت اقتصاد اونا گفته که معاشاتی اونا کمتر از یک لک افغانیست. با خدا قسم برتان می خورم که هیچ مشاور خارجی از 10,000، 20,000، 15,000 کمتر معاش نمی گیره. می گویند تا زمانی که عواید و تولیدات داخلی بلند نرود نباید امتیاز بیشتر خواسته شود. تا زمانی که شما عواید داخلیتان بالا نبرید، زیربنای های افغانستان ساخته نشود، دوامدار بودجه شما در تمام سالهای نمی 32%، 20%، 25% است. سرانجام پس از دیدگاه های زود و نقیز فیصله شد که دیدگاه مجلس سنا در بسته مشوره دهی برای تایید و یا رد به مجلس نمایندگان فرستاده شود. غیر متوازن بودن و غیر متعادل بودن بودجه همه نظر واحد داریم، نظر موافق داریم. ما امیدوار هستیم که کمیسیون محترم بودجه این اصلا به عنوان یکی از نظریات و یکی از پیشنهادات اصلی مجلس سنا شامل نظریات و مشورتی ما بخیر بسازن. طرح بودجه مالی 1394 هفته پیش از سوی حکومت به شورای ملی فرستاده شد. بودجه عادی 275 میلیارد افغانی و توصیه 163 میلیارد افغانی گفته شده است. کنگرس آمریکا گزارش روش‌های بازجویی سازمان استخباراتی این کشور از زندانیان را امروز نشر خواهد کرد. گزارش 47 صفحه‌ای که توسط کمیته اطلاعات صنایع آمریکا آماده شده است، در آن شبه‌های خشن بازجویی سازمان سیای این کشور را که پس از رویداد 11 سپتامبر از زندانیان صورت گرفته است را نشر خواهد کرد. نخستین گزارش سنای امریکا از شیوه های خشن بازجویی سازمان سیای امریکا از زندانیان. گزارش 47 صفحه‌ای که از روش های خشن بازجویی حکومت جورج بوش از زندانیان پس از رویداد 11 سپتامبر پرده بر می دارد. این گزارش که قرار است امروز به نشر برسد شامل شیوه های مختلف بازجویی از زندانیان است که در زمان حکومت جورج بوش صورت گرفته است که شامل خفگی در آب، حقارت، محرومیت از خواب، در هوای سرد نگه داشتن و موارد دیگری از شکنجه ها می باشد. با آنکه باراک اوباما پس از روی کار آمدنش این روش ها را متوقف کرد، اما جورج بوش این روش ها را بهترین گزینه برای دریافت اطلاعات از مزنونان می دانست. در جنگ مبارزه با دهشت افغانی، سازمان استخبارات یگانه وسیله برای دفاع از شهروندان امریکا است. اگر یک زندانی بازداشت شده در مورد طرح عملات بر کشور ما می داند، ما باید از هر گونه روشی که باشد باید آن را بدانیم. با نشر این گزارش قرار است جان شهروندان آمریکایی در سراسر جهان تهدید شود، زیرا روش هایی که از سوی سازمان CIA در جریان بازجویی استفاده شده واکنش گروه های دهشت افغان را به همراه خواهد داشت. از همین رو آمریکا تدابیر ویژه امنیتی را در سراسر جهان امروز روی دست گرفته است. با نشر این گزارش جان شهروندان آمریکایی و نهادهای ما در سراسر جهان در تهدید قرار خواهد گرفت. از این رو ما تدابیر ویژه امنیتی را در سراسر جهان در اطراف مراکز دیپلماتیک خود روی دست گرفته ایم. پس از رویداد 11 سپتامبر، صدها تن از اعضای شبکه القاعده توسط نیروهای آمریکایی به اداره استخبارات این کشور تحویل داده شد که این اداره از روش‌های مختلف برای دریافت اطلاعات از نزد آنها استفاده کرده که همواره سنای آمریکا با آن مخالف بود. سپاس از همراهیتان به خبرهای این ساعت. شبتان خوش، خدا نگهدارتان.